بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبانگاهی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. آوارگان و پناهجویان سوری مقیم لبنان در معرض فاجعه بزرگ انسانی. ابراز نگرانی عفو بین الملل از عدم مسئولیت معترضان در پاکستان. و آغاز مشایه اربعین از دورترین نقطه جنوب عراق زودتر از سالهای گذشته. وقت شما بخیر. در حال حاضر از هر 10 پناهجوی سوری مقیم لبنان 9 نفر زیر خط فقرند و برای رفع نیازهای اولیه‌شان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. همکارم در رابطه با وضعیت آوارگان و پناهجویان سوری در لبنان گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. در حالی که لبنان برای عبور از بحران شدید اجتماعی و اقتصادی به ایجاد اصلاحات عمده‌ای نیاز دارد، بسیاری از شهروندان لبنانی پناهندگان سوری را عامل تشدید بحران اقتصادی می‌دانند. این تصور باعث شده است که آوارگان سوری مقیم لبنان با تبعیض، خشونت و اخراج اجباری روبرو شوند. افزون بر آن، وخامت اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی لبنان پناهندگان سوری را به شکل فزاینده‌ای در معرض محدودیت‌های شدید دولت لبنان قرار داده است و آنها را بدون توجه به شرایط سخت سوریه مجبور به بازگشت می‌کند. وضعیت دشوار اقامت در لبنان باعث می‌شود بسیاری از پناهجویان سوری مقیم این کشور در صدد مهاجرت به اروپا برایند. اما با گسترش روزافزون مواضع ضد مهاجرت در اروپا و موفقیت بی سابقه احزاب راست در انتخابات اخیر پارلمان اروپا، مهاجرت به اروپا سخت‌تر خواهد شد و پناهجویان سوری فرصت رفتن به اروپا را از دست خواهند داد. در اوایل ماه مه گذشته اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای تقویت سازوکار کنترل مرزی 1 میلیارد یورو به لبنان پرداخت می‌کند. البته بحران پناهجویان سوری را نمی‌توان با اقدامات مقطعی و محدود برطرف کرد، به ویژه اینکه پناهندگان سوری که در کشورهای منطقه از جمله در لبنان، ترکیه، اردن و عراق به سر می‌برند با چالش‌های مشابهی مواجهند. بنابراین حل معضل پناهندگان سوری مستلزم اتخاذ رویکردی جامع، تلاش‌های بشردوستانه، اعطای کمک‌های کلان بین‌المللی و ایجاد هماهنگی سیاسی با دولت دمشق است. تا زمانی که بحران سیاسی و اقتصادی در سوریه ادامه داشته باشد، پناهندگان سوریه مقیم لبنان که تعداد آنها بالغ بر 1.5 میلیون نفر است، همچنان در لبنان باقی خواهند ماند و این کشور را تحت فشار قرار خواهند داد. با توجه به فقدان تفاهم و هماهنگی درباره پناهندگان سوریه مقیم لبنان، بعید به نظر می‌رسد که مقامات سیاسی و نظامی لبنان بتوانند طرح بازگشت اجباری آوارگان سوری را به اجرا درآورند. در نتیجه می‌توان گفت که لبنان برای مقابله با بحران و عبور از چالش‌های ناشی از حضور پناهندگان سوری در کشور، به همکاری سیاسی و کمک‌های اقتصادی جامعه جهانی نیاز دارد. در غیر این صورت، مردم لبنان به ویژه آوارگان و پناهجویان سوری مقیم این کشور با فاجعه بزرگ انسانی روبرو خواهند شد. دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای دکتر روشندل، سلام و عرض ادب. عرض سلام و درود دارم خدمت شما مخاطبین خوبتون، در خدمتون هستم.
ممنونم. جناب دکتر، پناهجویان و آوارگان سوری در ترکیه و عراق و لبنان دارای مشکلات ویژه‌ای هستند. چه راهکارهایی از نظر شما برای حل معضل آنان وجود دارد؟ بفرمایید. بله، خیلی متشکرم. این مسئله به نظر من یکی از مهمترین مسائلی هستش که شاید از طرف دستندرکاران سیاسی و رسانه‌ای باید مورد توجه قرار بگیره و من خیلی خوشحالم که در این رابطه برنامه‌ای رو شما اختصاص دادید. ببینید، برای درک وضعیت پناهجویان و آوارگان سوری که در 4 کشور اردن، عراق، لبنان و ترکیه در واقع مستقر هستند، باید یک واکاوی خیلی روشنی از وضعیت سیاسی در این کشورها داشته باشیم تا تناسب سیاست کمکی اونها رو نسبت به آوارگان درک بکنیم. ببینید، وضعیت خاورمیانه به ویژه در این حوزه یک مقدار شرایط بی‌ثباتی رو داره طی میکنه. سوریه که خب به دلیل مشکلاتی که برای مشروعیت قدرتش از سال 2012 شروع شد، موجب شد که یک جغرافیای متفاوتی در مورد این کشور ما به تصویر بکشیم، به خاطر اینکه حضور قدرت‌های خارجی و نقش آفرینی اونها و دخالت اونها عملا باعث میشه که وضعیت شهروندان سوری در وضعیت خیلی خطرناکی قرار بگیره و اینا مجبور به کوچ اجباری بشن. در ترکیه آوارگان سوری وضعیتشون اصلا خوب نیست. حالا در مورد لبنان من اشاره خواهم کرد، گزارش‌های خیلی متعددی وجود داره که در اونجا هم نسبت به اینها اجحاف و ظلم میشه. لبنان خودش درگیر مسائل و بحران‌های داخلی خودش هست، چه به لحاظ حضور نیروهای در واقع دخالت نیروهای خارجی و عدم تمرکز دولت لبنان و عدم مدیریت خیلی خوب در زمینه بحران‌هایی که در داخل هست. مثلا گروه حزب الله لبنان یک اعمال نظر دیگه‌ای داره در رابطه با شکل‌گیری دولت و این پراکندگی ثبات سیاسی در خود لبنان مزید بر علت شده. من 3 مسئله رو به طور مشخص میخوام به طور عمده مطرح بکنم. یکی اینه که مسئله مهاجران باید از کنترل کشورهای ذی‌نفع که نقش آفرین هستن و منافع ملی خودشون رو در لبنان یا در سوریه دنبال میکنن باید خارج بشه و به سازمانهای بین‌المللی سپرده بشه. دوم این که این ائتلاف‌های سیاسی پشت پرده که متاسفانه بخشی از اونها هم نظامی هست، بین قدرت‌های خارجی و گروه‌هایی در داخل این کشورها به ویژه در لبنان شکل می‌گیره که هر کمکی هم در واقع دریافت می‌کنن اون رو صرف تقویت توان نظامیشون می‌کنن تا بتونن در مقایسه با این که بتونن این کمک‌ها رو به آوارگان اختصاص بدن. سوم این که برگ آوارگان و پناهجویان به عنوان یک فاکتور مؤثر از طرف مسئولین سیاسی این کشورها به ویژه لبنان داره استفاده میشه. ترکیه هم همین سیاست رو دنبال میکنه که بتونن امتیازهای رو از کشورهای دیگه بگیرن، ولی اینکه اون رو به چه شکل بتونن اعمال بکنن روی بهبود کیفیت زندگی پناهجویان ما این رو نمیبینیم. بله، ممنونم. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. احساس امنیت بیشتر مردم و تلاش‌های دولت عراق برای جلوگیری از ورود آسیب به مسیحیان امید بیشتری به وجود آورده است، اما مسیحیان نینوا همچنان نیازمند حمایت بیشتر دولت هستند. سایت واتیکان نیوز اعلام کرد مبارزه مسیحیان برای بقا و پایداری در شمال عراق و دشت نینوا همچنان ادامه دارد. با افول ذهنیت‌های افراطی، احساس امنیت بیشتر مردم و تلاش دولت برای جلوگیری از ورود آسیب به مسیحیان امید بیشتری به وجود آورده است، اما بقای مسیحیان همچنان به حمایت بیشتری نیاز دارد. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تعداد واقعی مرگ و میر هند در مرحله اول همه‌گیری کووید 19 8 برابر بیشتر از آمار رسمی دولت بود.
این کشور در سال 2021 توسط ویروس نوع دلتا ویران شد، زمانی که تخت خواب و اکسیژن بیمارستان‌ها تمام شد و مردم با نفس نفس زدن در بیرون از مراکز بهداشتی و درمانی جان خود را از دست دادند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که موج اول اگرچه به اندازه موج 2021 مرگبار نیست، اما ویرانی بسیار بزرگتر از آنچه تا به حال تصدیق شده بود به بار آورده است. و خبری از پاکستان. حزب اصلی اپوزیسیون و مخالف پاکستان به رهبری عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، روز گذشته گفت که هماهنگ کننده رسانه‌های خارجی آن و چندین فعال رسانه‌های اجتماعی این حزب رو بوده و ناپدید شدند. بستگان و حزب تحریک انصاف پاکستان آژانس‌های امنیتی دولتی را متهم به دست داشتن در این ناپدید شدن‌ها کردند و خواستار آزادی سریع آنها شدند. به گفته همسر یکی از روبوده شدگان، 20 نفر با لباس شخصی صبح زود وارد منزل آنها شده و قبل از بردن وی تلفن همراه و لپتاپ وی را مورد بازرسی قرار دادند. منابع محلی در استان غزنه افغانستان میگویند که یک کودک 10 ساله در پی انفجار سر گلوله خمپاره در شهرستان قره‌باغ این استان جان باخته است. گفته شده این کودک صبح روز شنبه 30 تیر در اثر انفجار سر گلوله باقی مانده از جنگ‌های گذشته جان باخته است. منابع محلی گفتند این کودک در حال چراندن گوسفندان بوده و پس از پیدا کردن این سرگلوله با آن مشغول بازی شده که در نتیجه منفجر شدن آن جان باخته است. محققان دانشگاه دربی انگلیس به طور تصادفی یک توده خشکی به طول بیش از 400 کیلومتر در زیر تنگه دیویس بین کانادا و گرینلند در حین مطالعه حرکات تکتونیکی صفحات در منطقه کشف کردند. وبگاه اسکای نیوز عربی نوشت محققان توضیح دادند که پیشقاره جدید تنگه دیویس یک توده تکتونیکی که به یک قاره مجزا تبدیل شد در طی یک دوره طولانی شکاف در کف دریا بین گرینلند و قاره آمریکای شمالی به وجود آمده است. بر اساس این مطالعه شکاف اولیه بین کانادا و گرینلند حدود 118 میلیون سال پیش آغاز شد، اما کف دریا تا 61 میلیون سال پیش شروع به گسترش نکرد و چیزی که امروزه به نام تنگه دیویس شناخته می شود شکل گرفت. سازمان عفو بین الملل ضمن انتقاد شدید نسبت به اقدام‌های اخیر پلیس پاکستان در جریان تظاهرات در بنو واقع در ایالت خیبر پختونخوا از عدم مسئولیت معترضان در پاکستان ابراز نگرانی کرد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. سازمان عفو بین الملل با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نقض حق تجمع مسالمت‌آمیز مطابق با قوانین بین‌المللی، حقوق بشر و قانون اساسی پاکستان از این کشور به خاطر عدم تضمین امنیت معترضان انتقاد کرده است. روز جمعه بر اثر تیراندازی نیروهای پاکستانی به سوی هزاران معترض چندین نفر کشته و زخمی شدند. در همین حال عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفته است استفاده از ابزار کشنده در یک تجمع مسالمت آمیز که از صلح حمایت می کند غیر قانونی است و با اصول اساسی سازمان ملل بر پرهیز از استفاده از زور و سلاح توسط مجریان قانون تأکید دارد در تناقض است. این سازمان همچنین محدودیت های خدمات اینترنت همراه در بنو را محکوم و خاطرنشان کرد که چنین اقداماتی مانع از اقدام مردم و سازمان های امدادرسان برای یاری رسانی به آسیب دیدگان شده و موجب انتشار اطلاعات نادرست در مواقع اضطراری و ایجاد وحشت میان مردم می شود.
عفو بین الملل همچنین از دولت پاکستان به دلیل کوتاهی مکرر نسبت به همراهی و مساعدت و تسهیل تجمعهای مسالمت آمیز و تضمین امنیت معترضان انتقاد کرد. گفتنی است که صدها نفر از ساکنان منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا روز جمعه 29 تیر در اعتراض به ناامنی‌ها در این مناطق تظاهرات کردند که با شلیک نیروهای ارتش پاکستان این تجمع مسالمت‌آمیز به خشونت کشیده شد. بر اساس گزارش‌های دریافتی 4 معترض پس از به خشونت کشیده شدن اعتراضات کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز از کشته و زخمی شدن 25 تن در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی در خیبر پختونخوا ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که وضعیت امنیتی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان به طور روزافزون در حال وخیم شدن قرار داشته و معترضان خواهان تأمین امنیت این مناطق شدند. از آقای اشرف تابش، کارشناس مسائل اجتماعی از اسلام آباد، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای تابش، سلام، وقت شما بخیر. سلام بر شما، وقت شما بخیر، در خدمت شما هست. جناب تابش، تحلیل شما در رابطه با نگرانی های بین المللی نسبت به عدم مسئولیت معترضان در پاکستان چیه؟ بفرمایید. خب شما ببینید که این نهادهای حقوق بشری مثل نهادی که شما در گزارش خود از اون نام بردید و اینها در واقع 3 هدف را می تواند که در این گونه موارد و در این گونه قضایا دنبال کند. یک، با ترتیب و مستندسازی خشونت ها علیه معترضین یا فعالین حقوق بشر یا در مجموع افرادی که به هر دلیلی در هر کجای از دنیا مورد خشونت قرار میگیره و حقوقشان پایمال میشه، بعد ساختن مستند آنها و نشر گزارش های ویژه و ارائه مثلا حتی اخطاریه و حتی گزارش ها میتواند بر وضعیت مطلوب یک تلنگر وارد کند بر دستگاه حکومتی یک منطقه و یک محل، مثل کما این که در بالای پاکستان این فشار را وارد کرده است که تا آنها را وادار بسازد که مسئله حقوق طبیعی معترضان را که یک حق طبیعی شان هستند آنها را رعایت کند. این یک مسئله. هدف دوم را که دنبال میکند این است که نفس خود این کمیسیون در واقع اعاده حقوق شهروندی و حفظ آن در راستای کنوانسیون های مجامع بین المللی است و منشور حقوق بشر سازمان ملل هستند و اینها می خواهند نشان بدهند که ما در این راستا فعال هستیم و صدای خود را بلند می کنیم. و به نظر من مرحله سوم این است، یا هدف سوم را که این نهادها دنبال می کند این است که در واقع نگذارد خشونت بیشتر از این فراگیر شود و این خشونت گسترده‌تر شود. البته که در این قضیه منطقه بنوی خیبر پختونخوا پاکستان قصه از این قرار است که مثلا ارتش پاکستان تصمیم دارد یک عملیات تصفیه‌ای را بر علیه مخالفین دولت پاکستان در این مناطق روی دست بگیره، اما مردم محل با این مسئله مخالفت دارند و طبق گزارش ها میان دو طرف برخوردهای خشونت آمیز صورت گرفته و این واقعا برای نهادهای حقوق بشری بین المللی و قشقای نگرانی هستند که آنها تلاش دارند که با وارد کردن فشار بر پاکستان و تیترسازی این موضوع در رسانه های ملی و بین المللی فشار لازم را برای پاکستان اعمال کنند تا آنها حقوق و امنیت و مسئولیت معترضین را که به عنوان یک حق طبیعی از آن استفاده می کنند در نظر بگیرند. بله، ممنونم. با تشکر از اشرف تابش، کارشناس مسائل اجتماعی از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. خبری در راستای اربعین حسینی. مشایخ اربعین حسینی روز گذشته شنبه از منطقه رأس البیشه در سال جاری 15 روز زودتر از موعد مقرر آغاز شد.
زاران اربعینی امام حسین علیه السلام در سومین روز از شهادت حضرتش از منتهى الیه جنوبی ترین نقطه عراق موسوم به رأس البیشه در منطقه فاو در استان بصره عراق حرکت خود را به سمت شهر مقدس کربلا آغاز کردند. گفتنی است که نیروهای امنیتی برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای ایمنسازی مسیر مشایع اربعین در طول تمامی راه‌های منتهی الیه به سمت شهر مقدس کربلا انجام دادند. همچنین موکب‌های حسینی برای خدمت رسانی به زائران اربعین در جاده‌های مختلفی که مؤمنان از آخرین نقطه عراق و شهرهای مختلف طی می‌کنند در تمامی طول مسیر راه اندازی می شود. مسافت این سفر 500 کیلومتر است، در حالی که انتظار می رود با آغاز زود هنگام گرما و دمای بالا زائران در این سفر نیاز به استراحت بیشتر و توقف طولانی تر داشته باشند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آوارگان و پناهجویان سوری مقیم لبنان در معرض فاجعه بزرگ انسانی. ابراز نگرانی عفو بین الملل از عدم مسئولیت معترضان در پاکستان. و آغاز مشایع اربعین از دورترین نقطه جنوب عراق زودتر از سالهای گذشته. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. خدایا رو نگهدارتون.